به نام خدا. سلام بچه ها، امروز ادامه مبحث حد و پیوستگی رو داریم در خدمتتون ادامه میدیم. موضوع پیوستگی تابه هست در نقطه میانی و در نقطه ابتدا و انتها. شکل های متنوع رو برای شما رو حذف خواهیم کرد، حالات متنوع محاسبه رو خواهیم گذاشت برای شما و چندین تا نمونه خوب هم براتون حل خواهیم کرد. با دقت مبحث رو گوش کنین، چون تو مباحث سال بعد هم شما اینها رو لازم دارین و توی کنکورتون هم حتما از این مبحث سوال خواهیم داشت. در مورد پیوستگی تابع میشه دو جور بحث کرد. یک، نقطه میانی باشه یا نه نقطه ابتدا و انتها باشه. اگه نقطه کاری شما نقطه میانی یک بازه باشه، میشه پنج حالت اصلی رو به شما ارائه داد. ببینید حالت اول رو با هم مرور کنیم. تو حالت اول، تو یک نقطه خاص مثل حد راست و حد چپ به این نقطه میره، به یک جا میرسه و اون نقطه توپر هم هست. تو نقطه x صفر یه همچین حالتی، حد راست و چپ به یک جا رسیده و پر هست، میگیم تابع شما تو این نقطه هم حد دارد تو نقطه x صفر و پیوسته هم هست. این متن اولیش. حالت بعدی، پیوستگی بعد چی شد؟ حد راست، حد چپ، دو تا محاسبه باید داشته باشی، مقدار تابع رو حساب کنی. قدم سوم، این سه تا محاسباتت باید به خروجی یکسان منجر بشه. بعد ما رو شکل نظر میدیم، بعد ما توی محاسبات نظر میدیم. وضعیت بعدی رو ببینیم بچه‌ها. ممکنه که حد راست و حد چپ به یک جا برسن. اینجا نقطه چی باشه؟ تو خالی باشه، جای دیگه ای تو پر باشه. تو نقطه یه چی؟ x صفر. میگیم حد دارد، اما دیگه نمیگیم پیوسته است. پیوسته نیست. این نقطه معنای پیوستگی و ناپیوستگی اینه که این اگه من این دوم تابع رو بگیرم، همه رو بلند کنم، همه تابع باید چیکار کنه؟ با هم دیگه بلند شن. این نقطه جا میمونه اینجا. وقتی نقطه جا میمونه میگیم اصطلاحاً تابع تو اون نقطه چی هستش؟ گسسته هستش. وصل نیست، پیوسته به منحنی تابع نیستش. حتی راست و چپ به یه جا رسیده ولی با همدیگه مساوی نیستن. حالا برای اینکه با همدیگه این رو با هم مقایسه کنیم، یه همچین توضیحاتی هم به صورت رمز میذارم براشون که آقا جان حد راست مساوی با حد چپ، اون ال مثبت ال منفی که میذارم منظورم چی هستش؟ حد راست و حد چپ مساوی با اف ایکس صفر باشه. اون وقت این سه تا با هم مساوی شدن، میگی حد داره پیوسته است. اگه تو این وضعیت باشم، حد راست مساوی حد چپ است، اما مساوی مقدار تابع چیه؟ نیست. fx منظورم محل توپر مقدار تابع است. این دوتا حد دارد، نه مشخص مون، ولی با این مساوی نمیشه، میگه پیوسته نیست. وضع سوم که اونم جزء پیوسته نیست هست، اینه که شما یه همچین وضعیت رو ببینید تو نقطه x صفر این بار حد راست با مقدار تابع برابر هست. چرا؟ چون حد راست رسیده به محل چی؟ پر. حد ندارد این وضع، چون با حد چپ اون مساوی نیست. ببینید حد راست و حد چپ به دو جای مختلف رسیدن، یعنی شما یه همچین حد نظر بگیری به دو جای مختلف رسیدن. حد ندارد این متنی که براش باید بنویسم چی هستش؟ همون حد ندارده. پیوسته هم چی هستش؟ نیست. براش یه توضیح تکمیلی بعدم میگم. پس حالا چی شد؟ اینم جزء یک از حالات ناگسستگی، جزء حالات ناپیوستگی حساب میشه. دو جای مختلف برسه حد. شبیه یه وضعیت دیگر رو ببینید تو حالت بعدی، اینی که حد راست و چپ باز با هم مساوی نباشن، سمت راستیه به محل توپر برسه، سمت چپیه به محل توپر برسه. یعنی اینجا هم میگه حد چپ مساوی با مقدار تابع هست، اما مساوی با حد راست اون چیه؟ نشده. مساوی با اون یکی نشده. بازم میگم حد ندارد و بازم میگم پیوسته چیه؟ نیست. بین این پیوسته نیست های تفاوت هایی باید بذاریم که یه جمله تکمیلی براشون می نویسم. وضعیت پنجم که داریم صحبت می کنیم راجع بهش اینه که حد راست و حد چپ به دو جای مختلف می رسن، اما پر هستن یه جا دیگه است. هیچ کدوم این نقاط شما تو نقطه x پر نشده، یه جا دیگه تو پر هست، پایین تر یا بالاتر. مثلا شما اینجا میگه حد راست مساوی با حد چپ نیست، مساوی نیست با مقدار تابع، یعنی هیچ کی با هیچ کدوم این ستا با هم دیگه مساوی نیستن. اینجا هم میگیم حد ندارد، پیوسته چیه؟ نیست. بچه حالا بین اینا توضیح تکمیلی براتون می‌نویسیم. اون توضیح تکمیلی چیه؟ برگردیم شکل اول نیا کنیم. تو وضعیت اول که گفتیم چیه؟ حد دارد و پیوسته. تو اینجا چی میگیم؟ تو این چهار تا وضعیت بعدی همشون چی بودن؟ ناپیوسته بودن. توضیح تکمیلی می‌نویسیم که هیچ نوع پیوستگی ندارد.
خب یعنی چی هیچ نوع پیوستگی ندارد؟ تو شکل بعدی اینو توضیح میدیم. میگیم اینجا که حد ندارد پیوسته نیست، این پره به سمت راست تابه چسبه یا به سمت چپ تابه، تو نقطه گسستگی میگیم پره مال سمت راسته. میگم فقط تاکید میکنیم فقط پیوستگی چی داریم؟ راست دارد. اون یکی شکل که این پره چسبیده به سمت چپ تابه میگیم تأکیدی، فقط پیوستگی چپ دارد. این توضیح تکمیلی. پس این دوتا چی شدن؟ فقط پیوستگی راست دارد، فقط پیوستگی چپ دارد. هیچ کدوم تو این شکل دوم اتفاق نیفتاده، یعنی نقطه پر نه به راست چسبیده نه به چپ چسبیده، به خاطر همین میگیم هیچ نوع پیوستگی چیه ندارد. اما اگه نقطه پر به سمت حد راست اصطلاحاً چسبید، به اون تکه سمت راستی تابه چسبید، میگیم پیوستگی راست دارد. اگه به تکه سمت چپی چسبید نقطه تو پر، میگی چی داریم؟ پیوستگی چپ داریم. تو وضعیت آخر هم که باز اون نقطه اصلاً پر به هیچ کدوم از سمت‌های راست و چپ چیه نچسبیده، میگی و هیچ نوع پیوستگی ندارد. اینم متن این. حالا توی محاسبات اصطلاحاً عملی که توی شما تو سوالا باش برخورد می‌کنی، یا رسم شکل داری که با رسم شکل راحت میشه فهمید که کدومی که این پنج شرط اصلی رخ نه، یا اینکه نه شما وارد محاسبات میشین. توی محاسبات اولین قدم تو محاسبه حد راسته، قدم بعدی محاسبه حد چپه، حالا وسطا شاید به سف سف روم این چیزی هم برخورد کنی، یه قدم دیگه هم محاسبه چه مقدار تاور رو داری، این ستا رو با هم مقایسه میکنی ببینید کدومی که این وضعیت هایی که اینجا کشیدن برای شما رخ میده. موضوع اگه موضوع نقطه ابتدا باشه، تو نقطه ابتدا و انتها هم دو جور میشه بررسی کرد. نگاه کنید وضعیت اول پایین رو، فرض کنید راجع به نقطه ابتدا میخوام صحبت کنم. تو نقطه ابتدا شما یه همچین حالتی خواهید داشت منطقا. اینجا نقطه A نقطه ابتدا باشه. شاید هم این نقطه که راجع بهش دارید صحبت میکنید نقطه تو خالی باشه، نقطه ابتدا جای دیگه پر باشه تو نقطه چی؟ A. فرض نمیشه. ما طبق حرفایی که با هم تو حسابان زدیم تو نقطه ابتدا وقتی حرف میزنیم اینجا میگیم چی هستش؟ حد ندارد. اون یکی هم میگفتیم چیه؟ حد ندارد. جفتش. دلیل حد نداشتنش چی بود؟ طبق سند کتاب میگفتیم که چون همسایگی محذوف نقطه آ کاملا تعریف نشده، همسایگی راست داریم و همسایگی چپ نداریم، اونم حد ندارد، اینم حد ندارد. اما اینجا این نقطه چسبیده به تابه، وقتی تابه رو میگیرم بلند میکنم همش بلند میشه، ولی اونجا نقطه نچسبیده به تابه. اینو میگم پیوسته هست، اما اینو میگم پیوسته چیه نیست تو اون نقطه خاصی که تو در راجع بهش سوال کنی. پس تو نقطه ابتدا انتها، الان راجع به انتها هم صحبت میکنم، همین سبکه. نگاه کنیم به محل پر به تابه چسبیده یا نچسبیده. شکل بعدی که راجع به نقطه انتها هست نگاه کنید. تو نقطه انتها هم شما ممکنه همچین وضعیتی رخ بده براتون. یا اینجا نقطه انتها رو مثلا بی در نظر بگیرم، چسبیده به تابه، یا اینکه نه این نقطه انتها نچسبیده بود، یه جا دیگه پره تو نقطه چی؟ بی. باز هم طبق سند کتاب ما میگیم چیه؟ این حد ندارد. این یکی رو هم میگه حد ندارد، رفتش رو میگه حد ندارد، هر دو. و بعد میگیم که آقا جان اینجا نقطه پر چسبیده به تابه، وقت تابه رو میگی بلند میکنه منحنیش رو، اینم باش بلند میشه اینجا، ولی اینجا نقطه جا میمونه. میگیم اینجا پیوسته هست، اما اینجا پیوسته میگیم نیست تو نقطه ید. این دو تا شکلی بر شما کشیدم چی بود؟ مخصوص نقطه انتها بود. اینی هم که برای شما کشیدم اینجا تو این دوتای اولیه برای شما مخصوص چی بود بچه ها؟ نقطه ابتدا. اما اگه راجع به نقطه میانی صحبت می‌کنی، یعنی وسط یه بازی رو داری صحبت می‌کنی، حد راست حد چپ یکی شدنش، حد راست و چپ یکی نشه، نقطه پر یه جا دیگه بیفته، وضعیت بعدی نقطه پر به حد راست بچسبه، نقطه پر به حد چپ بچسبه، یعنی که به هیچ کدوم نچسبه، پنج وضعیت مختلف هم شما توی این پیوستگی نقطه میانی می‌بینید. از اینا سوالات امتحانی هم بعضن توی کتاب می‌بینی، سبکاش هست، میگه تابعی رسم کنی که مثلا در یک نقطه حد داشته باشه پیوسته نباشه، اینو می‌کشی براش یعنی شکل. یا مثلا این تابعی رسم کنی که حد نداشته باشد پیوسته باشد، اینها اینو میکشیم برش، یا اون یکی شکل نقطه انتها رو میکشیم برام. اینا وضعیتایی که شما باید اول تحلیلشون کنین تا بتونین مثلا راجبشون شکل هم رسم کنین. وارد محاسبات میشیم ما. تو این زمینه دو تا مثال مفهوم رو ببینیم بچه‌ها. مثال اول میگه تابعی رسم کنین که تو بازه 1 3 پیوسته باشه، تو بازه 1 3 پیوسته نباشه. این 3 اینجا بازه، 1 3 چیه؟ بسته است. میشه همین مثالی ارائه کرد. ببینید
x y نقطه یک، اینجا هم سه، ایش آوردش اینجا پیوسته باشدش رو اینجا مثلا نمایش شد، یه تیکه تابه کشتم. خود سه حساب نبودن این رو وسته، چون این تابه رو میگیری بلندش میکنی همه چی از جاش بلند میشه، شما میگی پیوسته است. تمام نقاط وسطی چی هستش؟ وصلن به هم، اصلا پیوستیدن. اما وقتی خود سه وارد بازی میشه باید وصل نباشه، خود سه رو یه جا دیگه وصلش کن، مثلا بذاریش اینجا. ببین بدون این تک نقطه شما میگی پیوسته است، با این تک نقطه وقتی تابه بلند میکنی جا میمونه، میگی پیوسته نیست. یعنی تو این باز سه باز پیوستگی اوکی، تو سه که بسته میشه باشه سه وارد بازی میشه پیوستگی رخ نداده. تو این زمینه مثال دیگه نیا کنید، میگی باز یه تابه رسم کنید برای من که تو بازه منفی یک تا دو پیوسته باشه، اما اون یکی بازه که منفی یک رو بستم دو رو بازم بسته گذاشتم پیوسته نباشه. مثال شبیه قبلی هست بودن x y منفی یک، اینجا هم تا چند؟ تا دو. میام این کارش میکنم، فرض مثال اینجا هم تا دو، این یه همچین تابه برات رسم میکنم، میگه پیوسته است بدون اینکه منهای یک چی بشه؟ حساب بشه. وقتی خود منهای یک حساب بشه ما پیوسته نباشه، منهای یک محل توپورش رو مثلا میذاریم این بالاتر که میگم که آقا جان بدون وجود این نقطه تابه وقتی بلندش میکنی پیوسته کامله، با وجود این نقطه استران وقت تابه بلند میکنی جا میمونه، میگه پیوسته رخ نداده. میخوام برم به سمت مثالهای محاسباتی. مثال بعدی میبینیم با رسم تابه تو بازه که داده شده میخواد نقاط ناپیوستگی و پیوستگی رو چیکار کنه؟ پیدا کنه. برای شما قدم اولش رسم تابه است، اطلاعات از فصلهای چی قبل، اینم که جزء صحیح براکت خورده، پله پله میکردیم، شروع میکردیم چیکار کردن، رسم کردن. بذار اول قدم رسمش رو انجام بدیم، بعد راجع به پیوستگیش هم میشیم با هم صحبت میکنیم. رسم ببینیم، میمدیم توی اینجا موارد چیکار میکردیم؟ تکه تکه میرفتیم جلو. شروع از کجا بود؟ از منهای یک تا صفر یه پله، قدم بعدی از صفر تا یک پله بعدی یه پله دیگه، هم از یک تا دو میریم به سمت چی؟ چرا؟ اینجا میگفتیم براکت چند میشه؟ جز صحیح قرار از منهای یک تا صفر جز صحیح منهای یک میناخت، اینجا جز صحیح بر شما صفر مینازه، اینجا جز صحیح میشود چند؟ یک. و تو هر مورد ایگرگو چیکار میکردیم؟ برای خودمون آپدیت میکردیم، ایگرگو آپدیت میکنیم. تو قدم اول که منهای یک میشه ایکس به اضافه یک، ایکس منهای یک. تو قدم بعدی میشه ایکس منهای صفر که همون ایکس مینویسن فقط، اینجا هم میشه ایکس منهای چند؟ یک. یه درجه که رسم میخواد با دوتا نقطه، دوتا نقطه رو فقط این دوتا میدم ابتدا انتهاش. اینجا هم همینطور x y که میخوام بدم دو تا نقطه 0 1 باشه. اینجا هم وقت دارم رسم میکنم x y میدم دو تا نقطه سر و ته بازه باشن 1 چند 2. منفی 1 میدم 0، 0 میدم 1، 0 میدم 0، 1 1 1 میدم اینجا میشه 0، 2 میدم میشن 1. شکل رو برات رسم کنم، اینجا پله پله میرم جلو، اینجا هم همینطور پله پله هم قرار بیام به سمت بالا، اینجا 1 2. خط اولمون منفی یک صفر اینجاست پر، بعد صفر یکمون اینجاست، این میشه برای شما چی؟ خالی. پر خالیش رو از توی این بازه میفهمیدم. بعد بازه بعدی صفر صفر اینجا پر، یک یک میاد اینجا میشینه خالی. بعد نقطه بعدی یک صفر اینجا میشینه، دو یک هم میمد اینجا میشست، اینم برای شما چی؟ خالی. سقف همینا چی بود؟ یک. و یه تک نقطه هم به هم بدهکار هستی، آب مختصات یه تک نقطه به هم بدهکاری دو. چرا؟ چون من بازه رو به عنوان طراح اینجا بسته بودم، تو آخر کار اینجا چیکار کردی؟ باز بود. یه تک نقطه دو به هم بدهکاری دو رو میدم از تابه، دو منهای دو میشن صفر، یک تک نقطه دو صفر اینجا به هم بدهکاری که اینجا میفته. اگه یادتون باشه اینا رو میگفتیم مدل تابه های دندانه اره که قبلا هم رسمش کرده بودیم و تکراری بود و این کارا. خب تموم شده، قدم رسم انجام دادم، حالا میخوام ناپیوستگی پیدا کنم. نقاط ناپیوستگی یه مجموع برات میذارم، نقطه منهای یک صفر میره هست، این وسط ها دیگه حرف نمیذارم، تو نقاط حساسی که داریم حرف میذاریم. نقطه منهای یک وصله به من ابتدا، اینجا تو صفر شما یه برش داریم بریدی، پس اولین ناپیوستگی صفره. تو یک هم بریدی، تو دو هم میبینی نقطه انتهاست، درست نقطه انتهاست، اینجا به اینجا وصل بود میگفتم پیوسته است، این افتاده نقطه تک نقطهش افتاده پایین تر از اون حالت عدیش، پس تو نقطه دو هم چی هستش؟ ناپیوستگی داره. سه نقطه ناپیوستگی رو بهش میگی توی تابه وجود داره. نقاط پیوستگی رو میخوام
اگه نقاط پیوستگی رو میخواین، خب تو تمام نقاط مثلا منفی نیم، اینجا مثلا نیم، یا مثلا 1.7 یا 1.8، تو تمام نقاط وسط همشون چی بودن؟ وصل بودن، فقط یه جای حساس برده شده بود. میگم کل بازه وصله ها، یعنی از منفی 1 حتی خود منفی 1 هم وصله تا خود 2 همه وصلن، بجز این دو نقطه چی؟ وسط. بجز نقطه 0 و 1 که میگه چی هستش؟ وصل نیستش. خود نقطه 2 هم جز ناپیوستگی بود که اینجا چیکار کردم؟ باز گذاشتم که جز پیوستگی ها حساب نشه. پس ممکن اینجا یه سوالاتی هم مطرح بشه که شما مجبور باشی یا مثلا طبق سلیقت باشه کتاب رو چیکار کنی؟ رد کنی، روی شکل نظر بدی که این پیوسته هست یا پیوسته نیست. تو این زمینه یه مثال دیگه هم حل کنیم با هم دیگه. مثال بعدیمون هم به این صورت ارائه دادیم که تمرکز کنیم روی چی؟ رسم تابه‌های جزئی براکتی که نقاط ناپیوستگی زیادی تولید می‌کنن به طور معمول. مثالش رو ببینیم دوباره. دوباره گفته رسم کنید تو بازه مینهای 1 تا 2 و نقاط پیوستگی و ناپیوستگی رو پیدا کنید. ارائهش رو ببینیم. دوباره پله پله است. از منفی 1 تا 3 پله اول، پله بعدی دوباره از 0 تا 1، پله بعدی از 1 تا چند تا 2. تو هر مورد جزئی و قشنگ ویژگیش رو مشخص می‌کنی. اینجا میشه منفی 1. بعد جزئی بعدی میشه 0، جزئی بعدی میشه 1. ایگری رو تو هر موردی آپدیت میکنم. یه سری کارهای تکراری داری. حالا تو تستش هم باید یه خورده حرف بزنیم با هم دیگه. خب منهای 1 رو میذارم به جای براکت. منهای 1 که منهای 1 توی پخش میکنم میشه منهای x به اضافه چند 1. اینجا میشه 0 پخش میشه 0 کلا دیگه. 1 پخش میکنم میشه x منهای 1. درجه 1 هر کدوم نقطه یابی x y x y. اینجا هم چی؟ x y. نقاط رو منهای 1 صفر میدم، اینجا هم صفر 1 میدم نقطه ابتدا، تا اینجا هم 1 2. منهای 1 بدم میشه چند؟ 2. صفر بدم 1. صفر بدم اینجا جفت ایگریش صفره. اینجا 1 بدم صفر، 2 بدم چند؟ 1. تک نقطه هم بده کار نیستم. چرا؟ چون این باز 2 رو باز گذاشته، من هم تا آخر 2 اومدم، تا باز اومدم هست. شکل رو رسم کنیم. شکل رو رسم کنم. اینجا 2، اینجا هم 0، اینم منفی 1، 1 2، اینم اینجوری هست. نقاط منفی 1 2، منفی 1 2 میدیم بالا ماله ها، اینجا میشه پر. 0 1 میاد اینجا، این اولیش خالی. 0 0 پر، 1 0 خالی. اینم شکل بعدی تا اینجا. دفعه بعد 1 0 پر، این نقطه خالی بود پر شد. 2 1 که میاد این بالا خالی. اینم مال اینجا دیگه، اینجا هم 2 بود و اینم که میره. حالا ببینیم سراغ چی جواب سوال. پیوستگی رو، ناپیوستگی رو میخواد. اگه ناپیوستگی از من میخواد تو اینجا، تو این بازه که به من دادی، میگی نقاط ناپیوستگی. نقاط ناپیوستگی کی هستن؟ تو منهای که ابتدا بسته است میشه برای شما چی پیوسته. اینجا هم چی ببینید؟ صفر بریده شده، صفر ناپیوستگی. یک شکسته است، نبریده که بگی ناپیوستگی. اینجا چی هستش؟ پیوسته. راست و چپ به اجازه ده آدم پره. دو هم که اصلا راجبش صحبت نمی‌کنی، هیچ نقطه ناپیوستگی دیگه ای ندارم. همین یه نفر صفر فقط میگی چی هستش. اگه خواستی راجب پیوستگیش صحبت کنی، میگی کل منهای 1 تا 2 ایکس های متعلق اصلا به منهای 1 تا 2 همشون چی هم پیوستن، به جز اینکه تک نقطه وسط. به جز چی؟ تک نقطه وسط که پیوستگی توش رخ نده، ناپیوسته هستش. راست و سایوسر اصلا کار کردن. برای بچه‌ها که حرفه‌ای‌تر هستن، بعضی ما مثلا میشه نکات حرفه‌ای‌تر هم گفت. اون چیزی که درون براکت رو صحیح می‌کنه معمولا میشه چی؟ ناپیوستگی. البته نقطه ابتدا انتها رو همیشه شما جدا کنترل کنید. نقطه ابتدا انتها توی تست‌ها جدا کنترل کنید ببینید پیوسته است یا نه. اعدادی که اینجا رو صحیح می‌کنه مثلا 1 2 3 4 اینا میشه ناپیوستگی. به شرطی که صفر کننده نداشته باشن. صفر هم داشته باشه میگیم چی؟ پیوسته رخ میده اونجا. اینا میشه مباحث خیلی دیگه حرفه‌ای تستی. ولی فعلا ما داریم چیکار می‌کنیم؟ داریم رسم میکنیم. وقتی رسم میکنیم روی رسم تابع مثلا میخوام نظر بدیم. بازم یه مثال دیگه رسمی. سوال بعدی ببینیم. یکی از سوالات کنکور سراسری هست، سوال 95، میگه تعداد نقاط ناپیوستگی تابع براکت x2 رو بازه منفی 1 تا 2 چقدره. یه خورده سرعتی کار میکنیم. رسم x2 برای من خیلی ساده است و کلش چون جزئی خورده، روش سایی که قبلا بحث کرده بودیم تو اینجا قابل اجراست. x رو بعد رسم میکنم. یه همچین سبک تابعی دارین شما. البته این ایکس رو همشون نمیرم چرا دیگه. میدونیم که تو منهای 1 1 داده شده، تو 1 هم برای شما 1 داده شده. از این منهایی که مرتب دیمیم بعد 2 میدم، تابع شما میاد رو چی؟ روی حدودای 4 مثلا دیگه. اینجا
تا حدود مثلا 4 ببینید ادامه ایکس دیگه نیست، این خانه خودش شکل نیست. ببینید که تو وقتی کل براکت صحبت میکردیم خط 0 رسم، خط 1 رسم، خط 2 هم اینجا چی رسم، خط 3 هم رسم، خط 4 هم رسم و میمدیم بین هر دو تا خط موازی بین دو این دو طرف این تیکه که جسم افتاده بود و سایه‌اش رو می‌ذاریم به سمت چی پایین. این کار الان می‌خوام انجام بدم. این دو تا این کاسته افتاده سایه‌اش رو می‌ذاریم به سمت چی پایین. اینجا خالی، این سایه میاد تا اینجا. اینجا که نقطه برخورده پره، اینجا هم نقطه برخورد چی میشه پره هست. حالا به این دو تا این تیکه میفته سایه‌اش رو می‌ذاریم به سمت چی پایین، اینجا میاد تا این مرز. تو تیکه بعدی بین دو تا سه اینجا پر میشه، اینجا چی خالی. تکه بعدی هم این میفته در از پر شما که سایش میاد پایین، اینجا پر و اینجا چی خالی. اینجا هم نقطه برخورد پر میشه بر شما. میدونی که این نقطه چی هستش؟ رادیکال. رادیکال دو بدی به توان دو میشه دو دیگه. بعد این نقطه ای هم که اینجا هست رادیکال چند هستش؟ سه. رادیکال سه بدی میشه سه دیگه x2 تابشون. ببین تو این بازه که شما رأس کردی اولین نقطه که نقطه ابتدایی هست ناپیوستگی. پس اگه میخوای ناپیوستگی به من تحویل بدی اولین نقطه چی ابتداست؟ منفی یک بود است. اینجا هم ناپیوستگی داری، تو یک هم ناپیوستگی داری، تو رادیکال دو هم وصل نیست. میبینی اینجا بریده، رادیکال دو هم وصل نیست ناپیوسته، تو رادیکال سه هم بریده و همچنین تو نقطه انتهاش هم تک نقطه افتاده چی بالا ناپیوسته است، یعنی تو دو هم ناپیوسته است. تعداد اینا 1 2 3 4 5 گزینه 4 رو میذارم میگم چی 5 تا ناپیوستگی داره توی این بازه که من دارم راجع بهش صحبت میکنم. سوال بعدی ببینیم بچه ها، پیوستگی تابع رو خواسته تو نقطه xf بررسی کنی. بررسی کنی میخوام ببینم کدوم یکی از اون 5 وضعیت اصلی پیوستگی نقطه میانی میرسم. باید چیکار کنم؟ 3 تا محاسبات انجام داده باشم. بعضی موقع محاسباتی که تو حد راست و حد چپ و مقدار تابع انجام میدی منجر به حدهای 0 میشه، بعضی موقع منجر به حد 0 نمیشه. این سلیقه طراحی که چیده میشه توی اون سال. مثال حد چپ اول حساب میکنیم با هم دیگه، شروع میکنیم از این و حد x به سمت چی؟ صفر چپ. از کدوم ضابطه باید برم؟ ضابطه بالایی رو میرسم براتون. رادیکال یک منهای کوسینوس x بریو چند؟ x. همین میدیم که چی هستش؟ صفر صفر هم و یک منهای کوسینوس x هم توی حدهای مستثاتی با هم دیگه صحبت کرده بودیم اتحاد مزدوج لازم داشت. پس این میرسم مصابه لیمیته x به سمت صفر چپ. اتحاد مزدوج رو هم سریع سر اجرا کنیم دیگه. اینجا میشه 1 منهای کوسینوس به توان 2x، پای میشه رادیکال 1 به اضافه کوسینوس x. 1 به اضافه کوسینوس هم بالا پایین ضرب کردم هم بالا اتحاد مزدوج. خب برای چی این کار انجام دادم؟ برای اینکه میدونم بالا میشه سینوس 2، سینوس 2 با رادیکالش میشه قدر مطلق سینوس x، پایینم x رادیکال 1 به اضافه کوسینوس x. x به سمت صفر چپ هستش، چون صفر چپ هستش من اینجا بنویسم روبه چندم داریم کار میکنیم، روبه چهارم، روبه چهارم سینوس منفیه، میفهمم که باید این قدر مطلق رو بردارم منفی بذارم بغل دستش سینوس x، پایینم x، اینم یک تقسیم از رادیکال 1 به اضافه کوسینوس x رو با هم دیگه x به سمت صفر چپ بخوایم مطالعه کنیم. این تیکه رو طبق قوانین جلسات پیشم صحبت کردیم جواب شند 1. اون یکی تیکر چیکار میکنم؟ صفر میذارم بجاش. پس اینجا محاسبات من میشه منفی 1 رادیکال 2، منفی دارم منفی 1، صفر رو وقتی میذارم میشن 1 1 1، میشه 2، رادیکال 2 میشه جواب شما. این از حد چپم اگه لازمه گویاش هم میکنم دیگه، میشه منفی رادیکال 2 دوم گویا شدش. این است. ببین تو محاسبات چی؟ لیمیت x به سمت صفر راست. صفر راست دقیقا کنید ضابطه سوم باید بنویسم برای شما. براکت منفی x به اضافه 1 میهن رادیکال. این فقط براکت داره، من جزئیش رو خلاصم، براکت رو خلاصم دیگه، حد تکلیفش مشخص. از صفر بیشتر میشه چی بچه ها؟ از صفر بیشتر میشه 1/10. یه منفی هم داره میشه منفی 1/10. براکت میگیرم میشم منفی 1. منفی 1 به اضافه 1 میهن رادیکال 2 میشه، بعد شما 1 با هم میره میشه منفی رادیکال 2. اینم شد مقدار چی؟ حد این دور خط بکشم داشته باشم. حدها رو حساب کردم. همین الان میبینی که حد نداره. چون حد راست و حد چپ و حد راست با هم دیگه یکی نشدن. مقدار تابع دقیقاً اون جایی که شما صفر صادر شده برات. صفر گفته چند بذار؟ رادیکال 2 بذار. رادیکال 2. اینم مقدار تابع. این ستا هیچ کدوم با هیچ کدوم برابر نیستن. یعنی می‌نویسن تابع نه حد دارد، مثلا حدی در کار حد راست چپ یکی نیست و نه هیچ نوع پیوستگی.
نه پیوستگی راست داره، نه این سمت راستیه چسبیده به این مقدار تابه، نه سمت چپیه چسبیده به این مقدار تابه، نه حد دارد، نه هیچ نوع پیوستگی. بازم مثال بعدی اون بررسی پیوستگیه. سوال بعدی رو ببینیم، پیوستگی تابه رو میخواد توش یه جوری آبر تعیین کنی که پیوسته بشود. یعنی میدونی که این حد راست و چپش یکسان شده، ولی یه سری پارامتر اینجا هست که باید تو براش چه کنی تعیین کنی. تو قدمات مثل هم قبل بردار، حد راست حساب کن، حد چپ حساب کن، مقدار تابه حساب کن، ببین چه خبر هستش. ببینی من میام حد میگیرم x به سمت صفر راست، صفر راست کدوم ضابطه رو باید ببینم؟ ضابطه بالاییه دیگه. اینقدر از این حدهای مثلثاتی حل کردیم که شما با منطقا چی باشین؟ حفظ باشین اینا رو حوزن. این همون صفر صفر رو منجر میشه. بعض ما حتی به صفر صفر رو منجر نمیشن. حالا من هی مثال هایی میزنم که به صفر صفر رو منجر بشه، تمرین حد هم داشته باشین وسط ها. خب چیکار میکردیم؟ حرفه‌ای بودیم دیگه، توش اتحاد مزدوج اجرا میکردیم دیگه. اینجا میشه x2 1 به اضافه کسینوس x ضرب میکنم، بالا میشه 1 من کسینوس 2 سینوس 2 مینوسم یه ضرب. اینجوری سینوس به توان 2 x به سمت چی؟ صفر راست. بعد میمونیم چیکار میکردیم؟ این حدی که هست سینوس x به روی x و اینجا قشنگ توان 2 میذاشتم براش، اینجا هم 1 به اضافه کسینوس x به سمت صفر راست، اینجا میتونیم 1 به توان 2 صفر میذاشتم، 1 2 خروجی نهایی. میام چیکار میکنم؟ لیمیت x به سمت صفر چپ رو حساب کنیم. صفر چپ ضابطه پایینی هست دیگه. x میشه چند؟ 2. خوشبختانه این صفر قرار دادن زیاد کار خاصی توش نداره و شما به منفی 2 میرسی به عنوان چی؟ حد چپ. اینجا دوش کارت بکشم گم نشه. یکی دیگه قلم دیگه هم باید بردارم f صفر. f صفر چی هستش؟ دقیقا اونجایی که مساوی صفر خورد. مساوی صفر روی چی خورده؟ روی بیمینه ای. این سه تا بعد خروجی های یکسان به شما بدن. خب دونه دونه کاراشو انجام بده دیگه. یه باری منفی 2a رو موسه با این 1/2 بده که a رو برام پیدا کنیم، منفی 1/4 این از این. یه بارم این b مین های 1 رو موسه با 1/2 بده که اینجا b رو پیدا می‌کنی 3/2 خروجی بعدیش و تمام. مثال بعدی مینم مقدار a رو میخواد که در نقطه x پیوسته باشه این تابه. سریع میریم سراغ چی؟ حد x به سمت صفر راست. صفر راست کجاست؟ این پایینی است. براکت x به اضافه چی؟ a. یک راست، راجع به یک صحبت میکرده. یک راست براکتش میشه 1 از 1 بیشتر به اضافه چند؟ a. این شد مقدار حد راست و تمام. سریع و سر میریم سراغ چی؟ x به سمت یک چپ. یک چپ کجاست؟ ضابطه بالایی است. رادیکال x من های 1 x من های 1 این صفر صفر رو منجر میشه 1 میذارم و سریع اتحاد مزدوج تو روش چیکار میکنم؟ ضرب میکنم. این میذارم لیمیت اینجا x من های 1 چی برش ضرب میکنم؟ رادیکال x به اضافه 1 ضرب میکنم. اینجا هم رادیکال x به اضافه 1 ضرب بشه میشه اولی به توان 2 به توان 2 x من های 1 x به سمت 1 چپ. و این حذفی که میخوام عامل پام اینجا خودش رو نشون میده. صورت که میشه 1، اینم 1 میدم میشه 1 به اضافه 1 1/2. خود f1 رو هم باید چه کنیم؟ شما حساب. خود f1 دقیقاً تو همین ضابطه است. مستقیم 1 میذاره دیگه، به حد و اینا توجه نمیکنیم. مستقیم 1 میذاره میشه 1 به اضافه چی؟ a. این سه تا باید یکی باشه. این دو تا که یکی هستند با اون باید یکی باشه. پس 1 به اضافه a باید مساوی 1/2 باشه. a رو 1 کنیم برام اونور a میشه منفی 1/2. مثال بعدی. مثال بعدیمون بازم مقدار a میخواد برای پیوستگی تابه تو نقطه 1. سرعتی x به سمت 1 راست، یه ضرب میام سراغ چی؟ محاسباتش. 1 راست براکت چند میشه؟ میشه 1 از 1 بیشتر دیگه. من های چند؟ a ضرب در 1 راست براکت چند میکنه؟ 1. کلا خروجی 1 من های a این بماند. حد میگیرم x به سمت 1 چی؟ چپ. میرم سریع سراغ محاسباتش. 1 چپ براکت از 1 کمتر میشه 9 دام براکت 0. من های a ضرب چند؟ 0. خب این که 0 ضرب هر چیزی میشه 0. خود f1 رو هم حساب میکنم. خود f1 1 مستقیم میذارم میشه 1 من های a ضرب در 1 شای بالایی شد. این سه تا خروجی باید یکسان باشن. معناش اینه که 1 من های a مساوی با 0، یعنی a چند؟ برابر با 1. ببینید سرعت پیوستگی کاملا سرعت روتینیه. شما فقط کافی حد راست حد چپ میام تا بر حساب کنی با همدیگه مقایسه کنی، یا این وسط از شما پارامتر میخواد پارامتر حساب میکنی برای من، یا این وسط میگه کدوم حالت وضعیت رو برام بررسی کن که یکی از اون پنج حالت بهش توضیح میده.